خب حتما در اخبار و رسانه ها شنیدید آقای زبلان سمینتوف آخرین یهودی بازمانده در افغانستان با قدرتگیری ظاهری طالبان در افغانستان و اشغال این کشور توسط همین طالبان توفالبان از این کشور خارج شد و سوال اینجاست آقای سمینتوف به کجا رفت؟ ایران. الان آقای سمینتوف در ایرانه، در همین تهرانه و حالا از ایران میخواد به سمت اون کشوری که مقصد بعدیش هست بره. این یه واقعه خیلی مهمه و کدهای مهم و تأثیرگذاری توش نهفته است. خب میدونید که یکی از افتخارات یهودیان و یکی از نکاتی که یهودیان همواره بهش تأکید میکنند همینه که کوروش در فتح بابل به یهودیان آزادی داد. من میخوام به شما بگم که نه، یهودیان چون همواره در طول تاریخ دست به قلم و دست به نوشتنشون خوب بوده و در ثبت کردن وقایع ید طولایی دارن، یهودیان اومدن توی نوشتن تاریخ اینطور جلوه دادن که کوروش هخامنشی بعد فتح بابل اومده و به یهودیان آزادی بخشیده و اصلا اینطور جلوه میدن که فتح بابل به خاطر آزادی دادن به یهودیان بوده. حتی توی کتاب مقدس خودشون اینطور افتخار انگیز راجع به فتح بابل صحبت کردن و خب یه سیگنال های مثبتی هم به تمدن ایرانی دادن اونجا. من میخوام این نکته رو به شما بگم که اینطور نبوده. ایران و منش ایرانی و تمدن ایرانی همواره اینطور بوده که وقتی قدرت پیدا میکنه، وقتی هژمونی منطقه‌ای و جهانی پیدا میکنه و سلطه پیدا میکنه، به جای اینکه به دنبال ویرانگری، خراب کردن، نابود کردن و به استضعاف کشیدن ملت‌های اطراف خودش باشه، دنبال آزادی دادن، دنبال پناه دادن به مستضعفان بوده که الان هم البته با تمدن سازی اسلامی و اضاف شدن ارزش‌های اسلامی به تمدن ایرانی پرقدرت‌تر داریم در این زمینه حرکت می‌کنیم. می‌خوام اینو بگم آقای سمینتوف نرفت پاکستان، نرفت کشورهای اطراف، نرفت کشور چین، بلکه پناه آورد به ایران. دقیقا همون قصه کتاب مقدس یهودیان دوباره تکرار شد و این منش و اخلاق ایرانیه که همواره پناهگاه هست، نه صرفا در دوران کوروش هخامنشی و حکومت هخامنشی، نه، حتی در دوران جمهوری اسلامی. و این قابل توجه اونایی باید باشه که جمهوری اسلامی رو با حکومت توفالبان، همون طالبان، مقایسه میکنن. این به خاطر اینه که چشم ندارند این قدرت و هژمونی منطقه‌ای ایران رو ببینن و رو میارن به این نوع گفتن حرفهای نامربوط نسبت به تمدن ایرانی.